تحولات در منطقه هر روز شتاب بیشتری میگیره. روز گذشته یحیی سنوار رهبر حماس در جریان بمباران اسرائیل و حمله و تهاجم آنها کشته شد. در همین حال به دنبال حمله موشکی رژیم به اسرائیل، گمان زنی ها در مورد احتمال حمله اسرائیل به مراکز رژیم همچنان ادامه داره. حالا همه اینها در حالیه که دیروز پاسدار سلامی هم اسرائیل رو نسبت به حمله احتمالی تهدید کرد. شاید تصور کنید تادها می توانند نقص شما را در دفاع جبران کنند. این هم اشتباه است. به لوله های این لانچرها اعتماد نکنید. مراقب باشید. ما ضعف های شما را می شناسید. خودتان هم می دانید. ما بر آسیب پذیری های شما مسلطیم. خودتان هم می دانید. بر شماری نمی کنم. شما می دانید چقدر آسیب پذیرید. و به شما می گوییم. به هر نقطه ای تجاوز کنید دردناک به همان نقطه از شما حمله خواهد شد. با دقت تصمیم بگیرید. بله، ورود به این جنگ چه تبعاتی برای رژیم خواهد داشت؟ این واکنش اسرائیل کی و چگونه خواهد بود؟ و همینطور این سوال هم مطرحه که بعد از سرنگونی رژیم چه تضمینی هست که یک فرد دست نشانده روی کار نیاید؟ همراه میشیم با آقای عزیز پاکنژاد تا بیشتر به این موضوعات بپردازیم. آقای پاکنژاد، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراهمون هستین. اگه موافق باشین ابتدا از تحولات شروع کنیم و تحول بزرگی که دیروز رخ داد، منظورم کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس، نقشش رو در این سازمان در حماس چطور میبینید و مرگ اون چه تبعاتی در بحران غزه خواهد داشت؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. طبیعتاً کشته شدن یحیی سنوار تأثیرات مهمی روی تشکیلات و به خصوص سازمان نظامی حماس و همینطور آینده اون خواهد داشت. جایگزین شدن یحیی سنوار به عنوان رهبر حماس، میدونیم که در میان کاندیدای دیگری که مطرح بودن، به دلیل رهبری میدانی این جنگ بود. چند وقت قبل بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، کاندید دیگری که مطرح بود و الان هم هست خالد مشعل، رهبر دیگر حماسه که بیشتر به دولت قطر نزدیکه تا نظام آخوندی. خالد مشعل قبلا روی مسائل سوریه با رژیم اختلاف داشت و به این دلیل فکر میکنم یحیی سنوار احتمالا با سفارش و نفوذ خامنه ای رهبر حماس شد، یعنی به رهبری انتخابش کردن. احتمال این که حالا خالد مشعل رهبر رسمی حماس در خارج کشور بشه زیاده، اما اینکه کسی دیگری هم مثل محمد سنوار، برادر یحیی سنوار که هست، و کاندیدای دیگه اونم در غزه این سمت رو به عهده بگیره، و این احتمالش هم هست. البته حماس الان رهبر میدانی خودش رو از دست داده و تا جایگزین شدن اون این جریان بی سر شده. روحیه نیروهای باقی موندهش در صحنه و وضعیت کلیش منطقاً بدتر از قبل باید باشه. خبرگزاری‌های مختلف تفاسیر گوناگونی از آینده حماس میدن. الان مرتب دارن میگن که کشته شدن یحیی سنوار حماس رو مدتی در آشفتگی فرو خواهد برد. رو این تقریبا متفق القولن که وضع بدتر میشه برای حماس. در مورد اینکه جنگ غزه از این به بعد چه سرنوشتی پیدا میکنه، در حال حاضر تحلیل ها روی اینه که آیا گروگان های اسرائیل آزاد میشن تا فرصتی بشه راه برای مذاکره و پایان جنگ و تهاجم اسرائیل هموارتر بشه یا نه، که این قاعدتا اگر گروگان های اسرائیلی مورد انتقام جویی قرار بگیرن، بازم بر اساس سابقه و تجربه‌ای که هست اوضاع حماس بدتر میشه، و با توجه به قدرت نظامی و تهاجمی و اطلاعاتی اسرائیل و همینطور همکاری امنیتی آمریکا و این کشور، قاعدتاً سرنوشت نیروهای نظامی حماس و قدرت مانور محدودی که در غزه براش باقی مونده
چشمانداز روشنی رو نشون نمیده. اما مقامات حماس گفتن که ادامه میدن به همون کارشون. اسرائیل اعلام کرده که کشته شدن سنوار پایان جنگ نیست. دیگران دارن فشار میارن به خصوص امریکا و اروپا که این یه نقطه‌ای بشه برای آغاز مذاکره و پایان جنگ یا آتش بس. اسرائیل اعلام کرده که اون حمله تلافی جویانش به تهاجم موشکی رژیم رو هم به صورت جداگانه انجام خواهد داد. حزب الله از تشدید رویارویی با اسرائیل خبر داده و مقامات رژیم هم طبق معمول گفتن که این کار، اینی که پیش اومده، روح مقاومت رو تقویت خواهد کرد، یعنی اینکه ولی فقی بل اجبار باید همون راه همیشگی رو دنبال بکنه، جنگ افروزی رو تا ضربه بعدی. بله آقای پاک نژاد، همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین تو خبرهای امروزمون هم بود، یعنی موضوع یکی از موضوعات اصلی روز الان و اون هم پاسخ اسرائیل به حمله که رژیم در اول اکتبر انجام داد. الان تبادل تهدیدات بین رژیم و اسرائیل شاهدش هستیم به انواع مختلف. سوال اینه که آیا فکر میکنید اسرائیل بالاخره به مراکز رژیم حمله میکنه و اگر باشه واکنش به رژیم تو این رابطه چطور خواهد بود و اصلا ورود این جنگ، وارد شدن به این جنگ چه پیامدهایی رو برای رژیم در پی خواهد داشت؟ در حال حاضر وضعیت رژیم جدا از این رجزخانی های سران نظامی و سیاسی اون که یه مورد چه خودتون الان نشون دادید بسیار در هم و برهم و خرابه. مثلا میبینید که وزیر خارجهش رو فرستاده در به در دنبال یک کشور میگرده تو منطقه که وساطت کنه که اسرائیل حمله متقابل خودش رو در حد تحمل رژیم کاهش بده و خودشون هم گفتن که اگر این چنین باشه، یعنی اینجوری باشه، ضربه خیلی سخت نباشه، پاسخ نخواهند داد تا اوضاعشون بدتر نشه. اما تا حالا موفق نشده رژیم و مقاماتش به خصوص وزیر خارجهش موفق نشده چنین کاری رو پیش ببره. همه جا با تحقیر و بی‌توجهی روبرو شده. حتی سوریه هم به نظر میرسه که فاصله بیشتری از رژیم و نیابتی‌هاش گرفته. خامنه‌ای تمام راه‌های مذاکره رو به روی خودش بسته. تلاشایی که الان میکنه از روی اجبار و استیصاله و تازه موقت هم هستن، یعنی اگر چیزی پیش بره باز موقت از دید خامنه‌ای. تنها رایی که براش مونده و فکر میکرده مثل سابق میتونه دنیا رو بترسونه ادامه جنگ و درگیری مستقیم با اسرائیل. قبلا با نیابتیاش این کار میکرد، مستقیم وارد نمیشد، الان وضع عوض شده و مجبور روز به روز در درگیری مستقیم که به نظر من براش مرگ‌آوره، اینو داره تجربه میکنه الان. با حراس منتظر پاسخ سخت اسرائیل و از اونم میبینه که تقریبا همه قدرت‌های بزرگ در دنیا این پاسخ رو، نوعی از پاسخ رو حق اسرائیل میدونن. اگر اختلافی الان هست روی بمباران و نابودی مراکز هسته‌ای و نفتی رژیمه که میتونه روی اقتصاد و سیاست جهانی تأثیر بذاره و بنابراین با این موارد مخالفت میشه در سطح بین‌المللی. اما هیچ تضمینی هم نیست که از قبل بشه اینو پیش بینی کرد که همچه اتفاقاتی نخواهد افتاد. زدن مراکز نظامی رژیم هم که اینا تضمین موجودیت جنگ افروزانه و سرکوبگرانه رژیم هستن، اگر این هم در دستور کار باشه، یعنی زدن مراکز نظامی که بسیار محتمل هم به نظر میرسه، غیر قابل تحمل خواهد بود برای نظام ولایت فقیه و بنابراین بازم سناریوی جنگ همه جانبه تقویت میشه، چون حمله به دستگاه سرکوب رژیم زمینی مناسبی هم به وجود میاره برای حضور مردم در خیابونای ایران و این برای خامنه ای خطر نابودی و سرنگونی نظامش رو داره. بنابراین از هر زاویه که نگاه میکنیم اگه مسائل با همین ریتم و آهنگ پیش بره میتونیم تشخیص یک اراده بین المللی رو هرچند محدود میتونیم ببینیم که در صدد به زانو در آوردن رژیم و وادار کردنش به تسلیم در زمینه جنگ افروزی، گروگانگیری، زورگویی، تروریسم و این گونه اعمالی که رژیم اونا رو قدرت خودش حساب میکنه. سرنگونی قهری به نظر من الان در دستور کار اونا نیست، اما مسلما در این شرایط باید
حوادث پیش رو و تغییرات بزرگی رو که در پیشه در عرصه منطقه‌ای و حتی داخل ایران با وجود اینا باید نیروهای انقلابی هرچه آماده تر باشن تا بتونن از فرصت استفاده بکنن. بله آقای پاک نژاد، میخواستم تو این رابطه به یک موضوع سیاسی هم بپردازیم. الان به دنبال همین افزایش تنش که بین رژیم و اسرائیل به وجود اومده، شاهد هستیم که رضا پهلوی در صحنه ظاهر شده و از یک سو خواستار توانمندسازی مردم ایران شده، از سوی دیگه هم به کشورهای منطقه نسبت به آینده بعد از سرنگونی رژیم خاطر جمعی داده. میخواستم تفسیرتون رو تو این رابطه بشنویم. شما تو این رابطه نظرتون چیه؟ چطور میبینید این موضوع رو؟ این موضوعی که به حال مطرحه، میگن که خلاصه آلترناتیو بعد از سرنگونی رژیم که خواهد بود، چه خواهد بود، در جاهای مختلف شنیده میشه. بفرمایید. راستش من مدت هاست تلاش میکنم که یک امکان سیاسی یا امکان عملی برای روی کار آوردن بچه شاه با هر سناریویی پیدا کنم، ولی نتونستم. نتونستم حتی یک جنبندی ساده در مورد جدی بودن این فرد رو بهش برسم. به نظر من داستان این آدم بیشتر به یک کمدی شبیه تا یک خطر برای آینده ایران و انقلاب و آزادی و دموکراسی. کمدی از این نظر عرض میکنم به خاطر اینکه یک انقلاب خونین در حاکمیت با حاکمیت نظام ددمنش آخوندی بر ایران رو بیشتر یک بازی کامپیوتری میبینه که در کازینوهای امریکا مثلا داره انجام میشه. دیدیم دیگه تصاویرش و کارهایی که میکنه و این ویدیوهایی که پخش میکنه و اینا. محافل خارجی هم به نظر من خیلی خوب اونو شناختن. اگر هم سرمایه گذاری جدی باشه روی، یعنی قرار باشه روی چنین کسی انجام بشه برای جایگزینی یک مدل استعماری، کارشون بسیار سخت خواهد، چون در مقابل خودشون مردم رو دارن و مقاومت ایران رو که به هیچ عنوان اجازه تغییرات فرمایشی از بالا رو دیگه به کسی نخواهند داد. حتی حی حاضر اینجا هستن. در قیام 1401 این آدم با سوء استفاده از حضور مردم در خیابونا و انعکاس مبارزات اونا در مدیای خارجی و اون ماجراها نونش توی روغن بود و مجانی خیلی مطرحش میکرد، اما نشون داد به همه که برخلاف خواست مردم دنبال سرنگونی نیست، بلکه در یک رویا به سر میبره که دنیا بیاد با همکاری خود رژیم و نیروهای سرکوبگرش که مردم رو داشتن سلاخی میکردن همون موقع، جای خامنه ای رو به این بدن. وقتی بیدار شد و دید که فایده نداره، زیر همه چیز زد و صدای مشتی سلبریتی رو که دورش گرفته بودند رو هم در آورد و کنار کشید. در حال حاضرم نسبت به اون زمان وضعیت و اعتبار حتی سوریه بسیار کمتری داره. بسیاری از افراد و محافل که اون موقع بوی کباب شنیده بودن، وقتی نقش منفی اونو در اون قیام دیدن و خیالاتشون آشفته شد، همه چی رو باخته دیدن، ولش کردن رفتن. الانم برای خودش نقش رهبری قائل نیست، چون خوب میدونه که نه کاریزمای یک رهبر رو داره و نه دانش و معرفت حداقل رو برای رهبری کردن. موضع‌گیری ثابتی نداره، هر روز یه چیز میگه. به اعتبار به بازی گرفته شدن توسط یک محافلی در منطقه و مدیای وابسته به اونها، البته روی صحنه میاد و با تمام قوا سعی میکنه مثل قیام 1401 مسیر اصلی انقلاب و قیام مردم رو بر علیه رژیم به انحراف بکشونه. اونم با چی؟ با دادن شعارهای آریتی. نه تشکیلاتی داره، نه حتی چند نفر رو میتونه به مدت کوتاهی دور خودش نگه داره. بارها گفته که نمیخواد برگرده ایران، گفته همینجا میخوام بمونم، همین تو خارج، چون دوستام اینجا. اینو هم خوب میدونه که البته این نکته رو خیلی خوب میدونه که در رابطه با رژیم نباید یه خط سرخایی رو رد کنه. حرفای گنده میزنه اما به موقع هم جا میزنه. با دادن شعارهای جور با جور و بی محتوا، الان مورد تمسخر خاص و عام هم هست، داریم میبینیم تو شبکه، اما همچنان دونکی شد وار ظاهرا در پی به دست آوردن تاج تخت از دست رفته پدرشه با کمک خارجی ها. اگرچه نشون داده که برای این کارم علش نیست، تازه ترجیح میده همون زندگی عادی خودش رو عوض نکنه. چند روز پیش گفته بودم اونطور که شما هم اشاره کردید،
که دنیا خیالش راحت باشه که بعد از سرنگونی لابد البته توسط اسرائیل اون میاد و خلأ قدرت رو پر میکنه. خود صاحب اله این چنین ادعایی نداره و سرنگونی این مدلی امکان عملی و ذهنی هم نداره. با یک عملیات جنگی متقابل بین اسرائیل و رژیم گرمش میشه، چهار جور میکنه، فکر میکنه که کار تمومه، اما وقتی میبینه که مثلا پاسخ اسرائیل کمی طول کشیده، صحبت از سرنگونی با قدرت نظامی هم نیست و اراده‌ای هم برای این کار در این مقطع وجود نداره در دنیا، اومده این شعار رو میده که گفتید باید مردم ایران رو توانمندسازی بکنن. همین حرفی که میزنه که مذاکره و مماشات و جنگ راه حل نیست رو به نظر من از مقاومت ایران کپی کرده و اینکه مردم ایران باید توانمندسازی بشن رو هم بهش اضافه کرده بدون هیچ پشتوانه مردمی. یعنی خودش چیزی نداره، از خارجی ها میخواد که بیان مردم رو حمایت کنن، لابد در یک پروسه طولانی مدت و مبهم، و سهم خودشون رو هم بردارن و بقیهش رو هم به اون بدن. به نظر من کلن حرفاش جدی نیست. بله، اشاره کردید به اینکه از مقاومت ایران کپی برداری میکنه. تو همین رابطه گفته بود که من به یک راه حل سوم اعتقاد دارم و خیلی واضح بود این نکته. البته من خواستم به اطلاع شما برسونم که ما کامنت ها و سوالات زیادی رو گرفتیم، اما آقای پاک نژاد به خاطر ضیق وقت نمیتونیم به اونها بپردازیم. آقای پاک نژاد، هرچند شما گفتید که این فرد وقتی که به سابقه تاریخیش نگاه میکنیم جدیتی در این امر در او دیده نمیشه که بشه حساب کرد، اما من می‌خواستم سوال دیگه‌ای رو به صورت کلی‌تر تو همین رابطه از شما بپرسم که اینم از این زاویه که به هر حال تو مقاطع گذشته ما شاهد بودیم که هرگاه ایران در معرض تهاجمات کشورهای خارجی قرار می‌گرفت، استعمارگرا یک فرد وابسته و دست‌نشانده به خودشون رو روی کار آوردن و خطشون رو به هر حال پیش بردن. هم دوران رضا شاه رو داریم و بعدش هم پسرش محمد رضا شاه. می‌خواستم اینو بپرسم که توی شرایط فعلی کنش و کنشی که وجود داره، این سوال مطرحه که خلاصه بعد از سرنگونی چه واقعی رخ میده و چه تضمینی وجود داره که فرد دست نشانده ای رو اینها روی کار نیارند؟ چه خاطر جمعی وجود داره برای مردم ایران یا برای هر ایرانی؟ اگه بخوام اینو توضیح بدیم به نظر شما. ببینید، فکر میکنم دوره اینجور کارها گذشته، حداقل در مورد ایران ما اینگونه کارها مثل سابق انجام نمیگیره. این تجربه انقلابات مخملی در بعضی از کشورهای اروپایی رو یادمونه، در منطقه خاورمیانه هم در بهار عربی دیدیم کاری رو که اونا میخواستن بکنن، این قدرت های بزرگ بر شراکت همه گروه ها و جریانات سیاسی یا نظامی یا قومی و مذهبی و اینا استوار بود سیاستشون، یعنی اونا رو میابردن، رو شخص خاصی وای نمیسادن. اصولا با تشکیل سازمان ملل متحد در اون زمان ها خیلی سال پیش، هیچ کشوری حق گرفتن و اشغال دائمی یک کشور رو نداره. حتی در مورد افغانستان و عراق هم دیدیم که همه گروه ها رو شرکت دادن، ولی تجربه موفقی نبود و حاصلش دست بالا پیدا کردن گروه ها و دولت های مذهبی ارتجاعی بود که به نوعی منافع سرمایه‌داری رو با عقب گرایی در زمین های مختلف تأمین نمی کردن. این نتیجه ای بود که گرفتن. بنابراین فکر نمی کنم بخوان تکرارش بکنن به این شکل هم. حتی البته اینی که عرض میکنم نافی نقش بعضی موقع تعیین کننده ای که کشورهای بزرگ میتونن در سرنوشت مردم یک کشور مثل ایران داشته باشن نیست، این نافی اون نیست. منافع استراتژیک کشورهای بزرگ باعث دخالت اونا در اینجور موارد و تلاش در جهت دادن قیام ها حتی و انقلابات مردمی در اون کشورها شده و میشه. اما الان در سپهر سیاسی ایران نیروهای انقلابی و غیر وابسته به قدرت‌های خارجی وزن عظیمی دارن و سد بزرگی هستن در جلوی این گونه طرح‌های مداخله جویانه قدرت‌های بزرگ. اینا هم خودشون میدونن. اصولا در حال حاضر با بالا گرفتن تنش و جنگ موشکی بین اسرائیل و رژیم، همه اونایی که فکر میکنن راه حل‌های خارجی با دخالت نظامی یا به کارگیری نیروی هوایی باعث سرنگونی و تغییر رژیم میشه، اینا ولمعتلن. چه این امری صورت نمیگیره. سرنگونی این رژیم در کلیتش کار خود مردم ایران و نیروهای پیشتاز و انقلابی که در میدان حاضر، اینم یک تبدیل به یک اصل شده.
حضور و موجودیت انقلابی این نیروها تضمین شکست طرحهای استعماری از نوع قدیم یا از نوع جدیدش یا ابداعیش. در گذشته میدونیم که چنین نیروی در ایران وجود نداشت و هر کاری که اینا میخواستن با زور انجام میدادن، اشغال میکردن، شاه تعیین میکردن، اونو برمیداشتن، پسرش رو به جاش میذاشتن. تاریخ خانواده پهلوی. بله. اما با انقلاب 57 این بساط برچیده شد و دیگه بر نمیگرده. یک نیروی انقلابی با یک آلترناتیو قدرتمند به نام شورای ملی مقاومت ایران وجود داره که در تحولات آینده از هر نوعش و با هر ساختاری نقش اصلی رو بازی خواهد کرد و آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی رو در این جمهوری دموکراتیک برقرار خواهد کرد. چه قدرت‌های بزرگ بخوان و چه نخوان، این روی خواهد داد. این نظر من به طور کلی. اینو هم عرض کنم که این نیروی اصلی سرنگون کننده هست که با دنیای تجربه مبارزاتی و تشکیلاتی، با چشم باز و دانش و بصیرت سرشار مبارزاتی و انقلابیگری درست شده، راه طولانی و خونین رو در جنگ با این رژیم طی کرده و شاداب و سربلند و قدرتمند در همه صحنه ها حضور داره. بنابراین اگر تضمینی قرار باشه کسی بده، همینه که با اطمینان به مردم اینو ارائه بده و بگه که آینده رو خود مردم و اینها ترسیم خواهند کرد، نه کشورهای خارجی و نه هیچ نیروی نظامی یا غیره که از خارج بخواهد بیاد. بله، بسیار سپاسگزارم آقای پاک نژاد. اجازه بدین در پایان خیلی کوتاه تعدادی از کامنت هایی رو که شما در ارتباط با رضا پهلوی گفتیم رو بخونم. بیننده گفته که ما مردم ایران خودمون این رژیم رو سرنگون میکنیم و نیازی نداریم که اسرائیل حمله کنه. بیننده دیگه گفته که بابا این بچه‌ها اصلا نمیدونه مبارزه چیه، مبارزه قیمت میخواد، که ایشون اصلا نمیدونه قیمت دادن چیه، همیشه در ناز و نعمت زندگی کرده و حالا فکر میکنه که این هم یک بازی، هم که شما به خوبی بهش اشاره کردین. یکی دیگه گفته که آخه یکی نیست به این بگه که آدم از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه که دوبار به شاه روی بیارن. یعنی دوباره مثلا گفته که از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه که دوباره به شاه روی بیارن. بیننده دیگه هم گفته که این نیم پهلوی یک ماه هم روی حرفش نمیمونه، چطور میخواد به سرنگونی فکر کنه. و کامنت های ماننده این بسیار زیاده. به حال خیلی ممنونم از شما آقای عزیز پاکنژاد که همراه ما بودین، هرچند به نظرم مفصل، ولی به حال خیلی خوب تونستیم شرایط کنونی رو به لحاظ سیاسی، مجموعه اونچه که بر رژیم میگذره، تنش‌هایی که در منطقه وجود داره و اوضاع سیاسی و حتی آینده ایران رو ترسیم کنیم. خیلی ممنون از حضورتون و نکاتتون آقای پاکنژاد. خدا نگهدار شما. منم از شما تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید. درود بر شما متقابلا.